to me answer, Behrani. What did that man say of deporting? He said nothing, Nadi. Do not lie to me. I heard him. Who was that man? Tell to me, Behrani. Be man begu. What have you done? It's none of your business what I have done or not done. Have you no faith in me, no respect? That man has only said I must remove the sign. That is all. Coward! Mama. Liar! You Cassie, liar! It is your fault we were forced to flee from Iran. It is your fault that we are here. Bassem, Mama. Yours and your Sabbath Mom, friend. Mama! خب برای کار در فیلم خانه ای از شنومه نه تنها خودم قبلا هومورکم رو انجام داده بودم، یعنی کتاب خونده بودم و عمیق خونده بودم، بلکه وقتی سناریو به دستم رسید کارم رو تازه با سناریو آغاز کردم. یعنی شروع کردم لحظه به لحظه. هیچ کدوم از تکه های بازی که در این فیلم میبینید هیچ کدوم تصادفی نیست، همش از پیش طرح شده، همه رو حرکت دست و نشستن و بلند شدن و همه هدفم معرفی این بانوی ایرانی بود که با همه خصایلی که داره صدا نداره، بنابراین نمیتونه حق خودش رو طلب بکنه یا حتی با همسر خودش اون چیزی که در دل داره مطرح بکنه و بیان بکنه، و کم ندیده بودم از این بانوان. بنابراین تمام رو طرح شده تصمیم گرفتم که چجوری این زن چجوری راه میره، چجوری میشینه، چجوری کار میکنه. منتها در کار با بازیگران دیگه وقتی که نمیشناسینشون مثل بلایند دیت میمونه. شما خودتون رو آماده میکنین ولی نمیدونین با کی قرار ملاقات بکنین و چگونه این ملاقات خواهد بود. و من میدونستم که دارم با یکی از بزرگترین و بهترین بازیگران جهان، بن کینگزلی، و بعد از او با یک چایلد استار، بچه‌ای که از 8 سالگیش در هالیوود کار کرده، جنیفر کانلی کار میکنم. ران الدار یک بازیگر خوب دیگه تئاتر. بنابراین خب کمی نگرانی داشتم. اما حقیقتش وقتی اولین روز کارم رو با بن کینگزلی شروع کردم بلافاصله متوجه شدم که من از بابت هیچی نباید نگران باشم، بلکه فقط باید سعیم در این باشه که این نقش رو هرچه واقع گرایانه تر بازی بکنم و در واقع کار بن کینگزلی رو تکمیل بکنم. چون این بازیگر خارق العاده که کارش رو در گاندی دیده بودم، در Beast که اصلا 180 درجه فرق میکنه با گاندی، دیده بودم که نقش دان لوگان رو بازی میکنه، نقش یک لاته گتو، در واقع از گتو اومده با لهجه گتویی در انگلستان، بازیگر خارق العاده. خب پس وقتی آمد روی صحنه و با همدیگه قدم گذاشتیم روی صحنه، توی راه که می اومدیم خب معرفی شدیم، سلام علیک کردیم، آمدیم پامونه که گذاشتیم روی صحنه، من دیدم بن کینگزلی یک دفعه سینه‌اش اومد بالا، درست مثل افسرا یا جنرالایی که در ایران دیده بودم که سینه‌شون بالا بود، همیشه خیلی با افتخار راه می‌رفتن، سینه اومد بالا، سر رفت بالا، رنگ چشم‌ها نگاه عوض شد و تبدیل شد به کلنل بهرانی. و من به خودم فکر کردم من چه فرصتی از این طلایی تر میتونم پیدا بکنم که با کسی که تخصصش در بازی واقع گرایانه به این نوعه من کار خودم رو ارائه بدم. و میتونم بگم برای مدت 3 ماه واقعا روی ابرا کار میکردم، برای اینکه از هر لحظهش لذت بردم. خوشبختانه من توی کارم، چه در کار تئاتریم چه در کار سینماییم، همیشه با کسانی کار کردم که از من بهتر بودن یا در سطح خودم بودن و تونستم ازشون یاد بگیرم، از کارشون لذت ببرم. کاری ندارم که بگم مثلا از این کارم خاطره خوشی ندارم. هاوس آف ساین اند فوک، خانه ای از شنومه، یکی از بهتریناشه برای من، چون من از هر دقیقش لذت میبردم، یاد میگرفتم، نگاه میکردم ببینم بن کینگزلی متدش چیه، جنیفر کانلی چه جوری کار میکنه، چون خیلی فرق میکنه متد اکتورا با غیر متد اکتورا، ران الدار که هنرپیشه تئاتر چه جوریه، جاناتان احدود بازیگر جوان ایرانی که I think he's a promising actor and he's was really good،
جاناتان یه بچه ای که تازه اومده اصلا نمیدونه بازیگری چه، او چه جوری عمل میکنه. بنابراین دوران بسیار خوش تهیهش و بازیگریش وقتی طی شد، من همونقدر راضی و خوشحال و سرمست از این بودم که با این بازیگران کار کردم. واقعا توقعی دیگه ای نداشتم و فکر دیگه ای هم نمیکردم. اگرچه که حقیقتش رو به شما گفته باشم، وسطای کار دو تا تهیه کننده ها، مایکل لندن و جرمایا، به من میگفتن که این فیلم میره برای اسکار، این فیلم میره برای اسکار. بعدن وقتی که اولین بار رافکات فیلم رو آقای اسپیلبرگ دیده بود، گفته بود که، سوال کرده بود که این خانم از کجا میاد، گفته بودن ایرانی، گفته بود که she's going to be nominated. در واقع اسپیلبرگ اولین نفری بود که بعد از پرودوسرها که از نزدیک کار بن کینگزلی رو با من دیده بودن، اولین نفری بود که حدس زد که هر دوی ما نامینی میشیم برای فیلم و حدسش هم درست بود. منتها خب برای من اصلا یک رویای دوردستی بود که اصلا فقط فکر میکنم اینا خیلی به من لطف دارن، چقدر مهربونن که این حرفا رو میزنن. وقتی فیلم آمد، من از استقبال منتقدین و همینطور مردم آمریکایی متوجه شدم که فیلم جای به خصوصی داره. فیلم هر فیلمی نیستش، چون در حدود میتونم بهتون بگم 400 صفحه من روزنامه، مجله، خبر از اینترنت جمع کردم درباره تنها یک فیلم، خانه از شنومه، و متوجه شدم که این فیلم یه جای خاصی داره. اولین جایزه‌ای که برای این فیلم بردم جایزه منتقدین نیویورک بود که جایزه بسیار وزینیه و خیلی هم میگن از همه جایزه های دیگه مهمتره، باید هم باشه چون جایزه منتقدینه. بعد از اون جایزه منتقدین لس آنجلس رو بردم که بعد از 25 سال برای اولین بار یک اکتوری، یه بازیگری هر دو تاشو میبرد. بعد از جایزه منتقدین لس آنجلس جایزه روح مستقل Independent Spirit Awards رو بردم. همه اینا اینقدر سریع اتفاق افتاد که من فقط از یکی میرفتم به بعدی تا میومدم این یکی رو هضم کنم و شادی بکنم، در برش بعدی اتفاق میافتاد. به اینجاها که رسیدم همه میگفتن که شعور ایجنت لازم داری. من خیلی همیشه دلم میخواست برم با CAA Creative Artist Agency، واقعا it's one of the best in US. دلم میخواست برم با اونا، ولی میدونستم در سطح من اصلا امکان پذیر نیست، من که اونا فقط با بازیگران به نام کار میکنن. بعد برای همه گفتن خب این جایزه ها رو که بردی حتما علاقه من میشن که باهات کار بکنن، بری با این ایجنسی. یکی دو بارم در نیویورک موقعی که جایزه منتقدین رو گرفتم و در لس آنجلس با رئیس CAA کارگردانم آشنام کرد، اما هیچ علاقه خاصی نشون نداد که خب حالا مثلا بیا با هم با ما باش و اینها. جایزه اسکار، وقتی برای اسکار نامینی شدم، خب هوشنگ و من واقعا نمیتونم بهتون بگم چقدر خوشحال بودیم. شما خودتون میتونید تصور بکنید، بازیگرا مثل بچه ها میمونن، بنابراین ریوارد اند پانیشمنت، وقتی به ما یه جایزه میدن ما خوشحال میشیم دیگه مثل بچه ها. همه جذابیتش هم در اینه که ما باید این کودک درون رو با خودمون زنده نگه داریم و سر حال تا این بتونه برای ما بازی بکنه، وگرنه امکان پذیر نیست. واسه همین خب دو تا کودک درون افتاده بودیم، من دیگه خوشحال و خندان، دخترمون هم خیلی خوشحال بود. اینا بازم هیچ خبری از CAA نشد تا اینکه بلافاصله بعد از اینکه نامینی شدم، در برنامه لری کینگ یک کارگردانی مثل که منو دیده بود و میخواست که در یک پایلت یا فیلم تلویزیونی که آزمایشی میساختن برای اینکه از روش سریال بسازن شرکت بکنم. از اینجا من به دوستم گفتم که اگه میشه زنگ بزن به CAA، به همین آقایی که با هم آشنا شدیم، ببین که بگو شهر آفر داره، ببین چی میگن. و وقتی که زنگ زد، پیتر لوین ایجنت الانم بهش گفتش که Why don't you throw it at me؟ بذارین من دیل کنم باهاش. از اونجا من به CAA پیوستم. I am sorry for keeping you to waiting. How is your foot? Better, thank you. Can I come in? Please, come in. Thank you. I grew up in this house. It's the house that my father left to me and my brother when he died. The county evicted me from this house by mistake, and your husband bought it, and now he won't sell it back for less than four times what he paid. Now, I don't want to argue with him. You know, I really don't. It's just that
If this goes to court, it could take they months. They are to deport us? I don't know. You must see. They will kill us. They will shoot my...